به پیرمردی که 60 سال زندگی مشترک داشته ازش میپرسن چجوری اینقدر دووم آوردید؟ گفت بابام قربونت برم، زمان ما اگر چیزی خراب میشد تعمیرش میکردیم، تعویزش نمیکردیم. که این نسل مبتلا شده به آمادگی برای تعویز. همسر جالب نیست؟ عوضش کن، برو یکی دیگه بخر. اینو واقعا تعویز اینو یاد داده دیگه. هیچ انسانی خانه ای را به خاطر چکه کردن آب، به خاطر جیر جیر کردن در، به خاطر سوختن بعضی از چراغ‌های لوست، به خاطر نم کرده و دم کرده و تبله کردن دیوار، به خاطر لق بودن پایه کمد، به خاطر نمیدونم لق بودن پریز برق و از جا در اومدنش نرفته بفروشه، که تو با یه مسئله کوچیک میخوای بری طلاق بدی یا طلاق بگیری. تو یه آدم اگر آدم باشی میفهمی که اگر طلاق گرفتی با دیگری هم نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی. تصور ما اینه که آقا مشکلش اینه، تقی به توقی، آقا بریم جدا شیم. نه، میرم جدا. تو فکر میکنی مرد زندگی دیگه ای هستی؟ فکر میکنی از این مرد جدا شدی زن زندگی دیگه ای هستی؟ فکر میکنی؟ توهمه. خیلی هنر داری بشین قضیه رو درست کن. نمیتوانی به مشاور مراجعه کن، یه بار، دو بار، 10 بار حلش کن. اون موقع مشاور به تو خواهد گفت، ایجاب میکند، این دیگه رسیدی به ردلاین، ددلاین، تاپ دد سنتره، این خط آخره، نقطه پایانه، میرایی کامله، باید جدا بشی. اون تشخیص میده تو این نقطه تو باید جدا بشی. نه اینکه با هر مسئله قرار دارم جدا بشم. جدا بشی که چی؟ تو فکر میکنی زندگی ساز دیگری هستی؟ و چقدر پستن پسرها و دخترهای ما که قبل از جدایی از ای سنگ صبورش شده فلانی، پسره، دختره،